تاریک خانه. محمد مساعد کیست؟ محمد مساعد فعالیت روزنامه نگاری را از سال 1387 با هفته نامه چلچراغ آغاز کرد و پس از همکاری با روزنامه ها و مجلات مختلف اصلاح طلب به عنوان خبرنگار اقتصادی در روزنامه شرق مشغول به کار شد. در سال 2020 جایزه ویژه آزادی بیان را از دویچه وله دریافت کرد، همان جایزه که بعدها توسط همین خبرگزاری به صادق زیبا کلام اعطا شد. جایزه امین‌الضرب به اتاق بازرگانی تهران را نیز به عنوان بهترین خبرنگار بخش اقتصادی در سال 1397 دریافت نمود. نکته جالب دیگه در این باره اینه که بین اصلاح طلبها و اصولگراها حداقل درباره این واگذاری‌ها اختلاف نظری وجود نداره. همون رفتاری که سازمان خصوصی سازی توی دولت اصولگراها انجام میداد، الان سازمان خصوصی سازی توی دولت نزدیک به اصلاحات انجام میده. محمد مساعد از حامیان و نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی است و در دوره انتخابات ریاست جمهوری وی در سال 96 به عنوان سخنگو و دبیر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در شهرستان صومعه سرا فعالیت داشت. محمد مصائب در مصاحبه‌ای با نگاه ایران به عنوان دبیر و سخنگوی ستاد حسن روحانی در شهرستان صومعه سرا درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با ذکر این نکته که سابقه اصلاح طلبی مردم این منطقه به سالها پیش باز می‌گردد گفت: یکی از نکاتی که درباره مردمان این خطه نباید فراموش شود، ریشه دار بودن ارزش‌های مانند دموکراسی خواهی و آزاد اندیشی بین مردم صومعه سراست و حافظه تاریخی مردم این منطقه مملو از خاطرات مختلف تلاش برای احقاق حقوق ملت از جنبش مردمی جنگل در سالهای ابتدایی قرن حاضر تا انقلاب اسلامی در سال 57 است که تا حدود زیادی فضا را برای نشر افکار و اهداف اصلاح طلبانه در شهرستان فراهم کرده است. محمد مساعد در این مصاحبه ضمن دفاع از قیام میرزا کوچک خان جنگلی، یکی از خائنان به ایران که برای جدا کردن گیلان با روسها همدست شد، به تمجید از اصلاح طلبی پرداخت. محمد مساعد یک بار نیز در برنامه زنده تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، جایی که انتخاب‌ها امنیتی و گزینشی است، حضور یافت. او مصاحبه‌های متعددی با مسئولان جمهوری اسلامی داشته است که البته ترتیب دادن این گونه مصاحبه‌ها بدون اتصال به رانت رسانه‌های اصلاح طلب ممکن نیست. به نوشته وبسایت ایران وایر، رسانه منتسب به نایاکی‌ها، محمد مساعد را در 1 آذر ماه 1398 در خانه‌اش بازداشت کردند. دلیل دستگیری او توییتی درباره قطع اینترنت ایران در جریان اعتراضات آبان 98 عنوان شده بود. رسانه‌های معلوم الحال مانند ایران وایر، دویچه وله و توانا برای تکرار واضحات از مساعد یک قهرمان ساختند. این پروسه قهرمانسازی توسط رسانه‌های دلبسته به جمهوری اسلامی و مهاجرت به یک کشور غربی بارها توسط سیستم امنیتی جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی و تکرار شده است و شاید به همین دلیل باشد که محمد مساعد توسط بسیاری از کاربران توییتر لقب صادراتی گرفت. مساعد تنها 2 هفته را در بازداشت سپری نمود و پس از آن به ترکیه رفت. دادگاه انقلاب پس از خروج وی از ایران او را به 4 سال و 9 ماه زندان محکوم کرد. در ترکیه نیز به دلیل ورود و اقامت غیرقانونی دستگیر شد. اما در حالی که هنوز خبر بازداشت محمد مساعد در ترکیه توسط روزنامه نگاران و فعالان مدنی متمایل به جناح اصلاح طلب حکومت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد، ناگهان خبر مهاجرت این ژورنالیست اصلاح طلب به آمریکا کاربران توییتر فارسی را در بهت و حیرت فرو برد.
به نقل از برخی کاربران توییتر، جیسون رضاییان و همسرش یگانه رضاییان بانی مهاجرت محمد مساعد به آمریکا بودند. صحت این نقل قول‌ها زمانی بیشتر قوت گرفت که محمد مساعد اولین مصاحبه خود را با جیسون رضاییان به نمایندگی از واشنگتن پست انجام داد. در این مصاحبه جیسون رضاییان اذعان داشت که مساعد با کمک مؤسسه کامیتی تو پروتکت جورنالیست که علاوه بر یگانه رضاییان کریستیان امانپور را نیز به عنوان عضو مشاور در اختیار دارد به آمریکا مهاجرت کرده است. جالب اینجاست که این مصاحبه با محوریت اقدام به ربایش مسیح علی نژاد توسط جمهوری اسلامی ترتیب داده شده بود. چندی پس از این مصاحبه رضا رضایی خسروی فعال توییتری افشا کرد که یکی از کاربران توییتر به نام رقیه نفری که گفته می شود یک آخوندزاده است به همراه مساعد به آمریکا مهاجرت کرده است. اما رقیه نفری کیست؟ طبق تحقیقاتی که رضا رضایی خسروی در این باره انجام داده بود، رقیه نفری فرزند آیت الله حجت نفری قلعه است. رقیه مشهور به اشرف نفری، دانشجوی اخراجی رشته ریاضی دانشگاه خواجه نصیر طوسی است. نفری گرایشات مارکسیستی دارد. نیروهای امنیتی وی را در 7 اردیبهشت ماه 1398 به خاطر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در شهریار بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران منتقل کردند. او پس از چند روز با پایان مراحل بازجویی به زندان قرچک ورامین منتقل و در 14 اردیبهشت ماه 1398 با تأمین وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری رقیه نفری را به اتهام تبلیغ علیه نظام تنها به 4 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. حکم صادره توسط دادگاه بدوی بعد از تسلیم به رأی و عدم اعتراض متهم به 3 ماه حبس کاهش پیدا کرد. نکته جالب درباره این پرونده عدم اعتراض متهم به رأی صادره بود و جالبتر این که دادگاه تجدید نظر به شکل خودخواسته رأی صادره را از 4 ماه به 3 ماه کاهش داد. این امر نشان از نظر مساعد قاضی پرونده و بازجوها نسبت به وی بوده است. نکته دیگر بازداشت کوتاه مدت او یعنی فقط 1 هفته است. مساعد هم تنها 2 هفته در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برده بود. گویا زمانی که دلواپسان محمد مساعد نگران وضعیت وی در ترکیه بودند، او در حال چانه‌زنی برای پارتنر خود بوده تا بتواند با همراهیش به آمریکا برود. تا لحظه تنظیم این پژوهش محمد مساعد هیچ کدام از روایت‌های فوق را تکذیب نکرده است. افشای این خبر سبب خشم عمومی کاربران عادی شبکه‌های فارسی زبان اجتماعی گردید. آنها مساعد را یک صادراتی دیگر نامیدند که با پروژه سازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به آمریکا صادر شده است. حمایت فرد معلوم الحالی چون بهمن کلباسی، خبرنگار دلبسته جمهوری اسلامی شاغل در بی بی سی فارسی نیست به تئوری صادراتی بودن مساعد وزن بیشتری داد. در پایان این پژوهش 3 پرسش بی پاسخ قابل طرح است. آیا در مدت زمان کوتاه بازداشت محمد مساعد وی واقعا تحت بازجویی قرار داشته است؟ چرا پس از ورود به ترکیه درخواست پناهندگی نکرد؟ آیا تمام این فرایند تنها یک ترفند رسانه‌ای برای فریب مردم بوده است؟ آیا دلیل نزدیکی او به جیسون رضاییان تنها تسهیل پروژه مهاجرتش به آمریکا بوده یا اینکه او از طریق امنیتی ها به رضاییان متصل شده است؟ مساعد مدتی است که سکوت اختیار کرده و پاسخی به مخاطبان خود نمی‌دهد و این نظریه را تقویت می‌کند که او هم یک مهره صادراتی است.